سلام بر وفادار به عهد و پیمان. ما وارث فرهنگی هستیم که تو اسطوره‌هاش رودابه داریم، تو عاشقانه‌هاش شیرین داریم که به خاطر عشقش سفر میره و میجنگه. ما پیرو دینی هستیم که برخلاف همه ادیان، نسل پیامبرمون از یک زن منتقل میشه که دختر پیامبرمون برای دفاع از حقش توی مسجد خطبه میخونه، که حیات دینمون مدیون صبوری‌های بانوی کربلاست. ما مادرایی توی عصر حاضر داریم که بچه‌هایی تربیت کردن نمونه، دخترایی تربیت کردن مثال زدنی، دختری که پل طبیعت رو طراحی کرده و ساخته. پروفسور رزاقی که همین چند وقت پیش مهمون از مامان بگو بودن، مهندسای مختلف، منجما، دانشمندا، براتون بگم از کارگردانا، براتون بگم از کسایی که در همه ی رسته های هنری دستی بر آتش دارن، و ورزشکارا، و همه ی اینها مدیون راه و روش و لالایی های مادران است، مدیون صبر پدران است. همه اینا از مامانی برای این دخترها عشق آورده که حالا میخوایم ازش به شما بگیم. ما اینجاییم که از مامان بگیم. خیلی خوش اومدید. ستاره های خاک ایران از گوشه گوشه، از گله به گله این خاک اوج گرفتن، و این اوج گرفتن و مدیون پدر مادرایی هستند که به قیمت تحمل تاریکی باعث شدن بچه هاشون نور بیافرینند. این خیلی ارزشمنده. به نام خدا سلام، خیلی خوش اومدید. اینجا از مامان بگو هست، از مامان بگویی که خیلی متفاوت قرار تقدیم حضور شما بشه، چون در خدمت خانواده یکی از قهرمانهای افتخار آفرین برای ایران، سرکار خانم مبینا نعمت‌زاده، که به تازگی از المپیک پاریس برگشتن هستیم. خانم به شما سلام مجدد، آقا به شما هم سلام، خوش آمد میگم. خانم در خدمتی، خیلی خوش اومدیم. خواهش میکنم. آقا خیلی خوشحالیم که شما رو هم میبینیم. خواهش میکنم. حتما دیدن روی ماه این خانواده برای ما خیلی شوق آفرین بود، به خاطر اینکه میخواستیم ببینیم مبینا خانم نعمت‌زاده، قهرمان ما، مدال‌آور المپیک، از دل چه خانواده‌ای باعث این مباهات شده. مادر شما متولد چه سالی هست؟ البته مادر که میگم اختلاف سنی من و شما فکر میکنم 4-5 سال باشه. متولد چه سالی هستین؟ من 1165 هستم. ماشاءالله، انگار که خواهرین با مبینا. همه جا میگم. دقیقاً، انگار که دو تا خواهرین. 1165. بله. 1-1 هم ایشالا زندگی کردیم، یعنی تا اینجا که ثمرش 1-1 بوده. بله. کدوم شهر؟ تهران. کدوم محله؟ محله خانیاباد. بعد شما تو خانواده به دنیا اومدید که پر جمعیت بوده؟ نه، من یه خواهر و یه برادر دارم. و فرزند ارشدی؟ نه، فرزند دوم هستم. دختر و پسر، خواهر و برادرها؟ یه دختر، یه برادرم بزرگتره، خواهرم هم که از خودم کوچیک‌تره. شما وسطی؟ بله. بچه‌های وسط شیطون‌ترن، درسته؟ یک کم. چون من خودم وسطیم، یکم آتیش سوزوندم. از مامانتون به ما میگین بانو؟ مادرم مثل همه مادرها خیلی مهربون، با گذشت، صبور، دلسوز. و مادر توی زندگی شما چقدر نقش داشتن؟ تو نوجوانیتون، تو جوانیتون؟ خب مادرم خیلی تو تک تک مراحل زندگی نقش بسزایی داشتن. اصلا یکی از مرحله‌ای که احساس میکنید اگه مامان نبود اصلا نمیشد. همین، خب من 3 فرزند دارم، مبینه یه خواهر برادر کوچیکتر از خودش داره. خب تو تک تک لحظات بالاخره زایمان و بچه به دنیا اومدن و مادر کنارتون بود؟ بله، 1 سال و خیلی بیشتر مادرم در کنارم بود. شما از هر 3 فرزندتون صحبت کردید. آقا شما برید یه مرحله عقبتر از شیرینی زندگی، از آشناییتون با خانم و ازدواج بگید به ما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و
همه مردم کشورم. ما آشناییمون که ما نسبت فامیلی داشتیم بعد ازدواجمون هم سنتی بوده. درسته. بله. چه سالی ازدواج کردیم؟ سال 82. و خدا چند سال بعد شما رو صاحب فرزند کرد؟ مبینا 27/2/84. 84. بله. مبینا فرزند ارشد شماست. بله. درسته. بله. حس پدر شدن حتما خیلی عجیب و غریبه. واقعا همون شبی که مبینا قرار بود صبح به دنیا بیاد که اصلا من تا صبح نخوابیدم که صبح برم بیمارستان. یادتونه اون لحظه که مبینا رو در آغوش گرفتید؟ بله. هیچ بله. وقت فکر میکردید شما از طریق مبینا بشید پدر قهرمان ملیمون؟ من چون خودم بازیکن تیم ملی پرورش اندام بودم، حقیقتا چون سختی ورزش حرفه‌ای رو کشیده بودم، من دوست نداشتم که اگه خدا به این فرزندی داد بذارم ورزش حرفه‌ای بکنه. ولی دیگه قسمت اینجوری بوده که بیاد افتخاری بشه برای کشورش، پرچم کشورش رو تو المپیک بالا ببره. دل همه‌رم شاد کنه. بله. چه افتخاری واقعا. مادر، دختر خانم ها از زمانی که به دنیا میان حس مادری رو دارن. عروسک بازی که میکنن برای عروسکشون یه اسمی انتخاب میکنن، خیلی اوقات هم اسم همون رو میذارن رو عروسکشون، اسم همون رو میذارن روی دخترشون. یعنی حالا میخوام بدونم که شما اسم مبینا رو انتخاب کردید یا پدر، این اسم از کجا اومد؟ اسم مبینا رو من انتخاب کردم. چرا؟ سوره قرآن رو که باز کردم، سوره فتح اومد، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بعد اصلا اون کلمه به دلم نشست و اسمشو گذاشتی مبینا. شما با قرآن رابطه خیلی خوبی دارید که برای انتخاب اسم دخترتون رفتید سراغ قرآن، درسته؟ بله. خب 100%. خانومم حافظ قرآنه. ماشاءالله. بله. تواضع به خرج دادن نگفتن. مادر عزیز مبینا خانوم نعمتزاده، قهرمان ملیمون، مدال‌آور المپیک، حافظ قرآن مجیده. خیلی نکته داره واسه من. خیلی متواضعن. مبینا که از 5 سالگی می بردمش کلاسای حفظ قرآن با اشاره، میدون انقلابی کلاسی بود، می رفتیم اونجا. 7 سالش شد حافظ قرآن شد، جزء 30 قرآن البته حفظ کرد. بعد شروع کرد از همون 6 سالگی هم ورزش حرفه‌ای شو که باشگاه می رفت و می اومد. دیگه یکم که سخت‌تر شد ورزشش، دیگه همون قرآن رو گذاشت کنار و ورزش رو شروع کرد. چطور مبینا از علاقش به ورزش به شما گفت؟ دختر بچه 7 ساله که منو ببرید ورزش به خصوصی رو شروع بکنم و ادامه بدم و حرفه‌ای بشم. خب مبینا خیلی بچه بود، خجالتی بود و کم رو بود. و خواهرم که میرفت کلاس تکواندو، اومد به من گفت که خب آبچی من میرم، بذار مبینا رو با خودم ببرم. بعد با هم رفتن، خب با هم میرفتن و میومدن، اینجور شد که کشف شد این استعدادش و ماشاءالله از همون اول و ابتدا قهرمان اول استان تهران شد، بعد کشور شد، بعد دیگه مربی همه میگفتن این بچه پر از استعداده، خب استایل خیلی خوبی هم داره، دیگه شروع شد. شما به عنوان مادر حتما خیلی موقع مسابقه های مبینا استراب دارید دیگه. خانم ما استراب داشتیم، وای مال شما. پدر شما چی کار میکنید؟ چجور مدیریت میکنید مامانو؟ دیگه سخته دیگه واقعا. بهتره پدرش باز. آره باز پدر مدیریتش رو آره. خانم هم که اصلا مسابقاتش رو نمیبینه. نه بابا. آره باز من اصلا. اگر شرایط باشی میبینم ولی اصلا نمیبینه. میره امامزاده سالم میشینه، بعد ما باید بهش خبر بدیم که این نتیجه رو گرفته تا آخرین نفر. البته مامان میرن اونجا کارو با خدا میبندن. آره. میرن دو دوتای مبینا رو اونجا 4 تا میکنن. دو دوتای مبینا بارون شدیدی هم میومد. صبح زود بود امامزاده باز نشده بود که وایسادیم، امامزاده باز شد و اینشون رفتن، بعد دیگه من رفتم منزل. شما خودتون چه میکنی؟ ما هم خدا رو شکر هستیم. موقع مسابقه های مبینا؟ من که موقع مسابقه های مبینا سعی میکنم مسابقه شو ببینم، ولی یعنی کاری میکنم که اول برم امامزاده اونجا دعا میکنم، بعد 1-2 ساعت میشینم برمیگردم میام. مادر رو میرسونید، خودتونم دست به دعا میشید، برمیگردید. بعد من برمیگردم ولی مادرشون میمونن. ولی این سری حقیقتا
مبینا که رفته بودم پاریس با من تماس گرفت، گفتش که بابا برو کربلا، میخوام روز بازیم کربلا باشی. بعد گفتم بابا من تقریبا 12 روز دیگه میخوام برم، با دوستامون اربعین پیاده میریم دیگه، الان من برای چی برم؟ میریم امامزاده سال. گفت نه بابا، بابا حتما باید بریم. بعد من گفتم خدایا چیکار کنم؟ ما بلیطامون هم حقیقتا برای تقریبا شنبه ان شاء الله میخوایم بریم، از 40 روز پیش دوستامون هستن که تو هیئت شما برنامه‌ریزی کردن برای پیاده روی اربعین. مبینا شما خواست که حتما روز مسابقه من کربلا باشید. بله، بعد حقیقت یه مقدارم با سختی من تونستم بلیط تهیه کنم دیگه. رفتیم و رفتیم فرودگاه، بعد پرواز ما هم 2 ساعت عقب افتاد. بعد مبینا باز با من پیام داد، گفت بابا نرفتی؟ گفتم فرودگاه هم. گفت بابا فکر کنم نرفتی. گفتم بابا باور کن من تو فرودگاه هم. چه دیگه ساعت تقریبا 7 بود ما سوار هواپیما شدیم، باز پیام داد بابا چی شد؟ گفتم حقیقتا تو هواپیما هم. یه فیلمی گرفتم براش فرستادم. چه خیال شاهد بشه موقع مسابقه شما تو کربلایی. بله، چون مبینا حقیقتا اولین سالی که رفت تیم ملی نونا آلان 10 سالش بود. همون موقع هم به من گفت بابا باید بری کربلا، که تولد آقای امام حسین بود. ما با دوستامون رفتیم کربلا، خب باعث شد که الحمدلله همون سال با 10 سال سن وارد تیم ملی نونا آلان بشه، که خدا رو شکر رفت قهرمان آسیا هم شد، طلای آسیا گرفت. بعد به خاطر این واقعا خب مبینا یه ارادت خاصی داره به همه عطا. ما شما واقعا موقع مسابقه مبینات کربلا حضور داشتید؟ بله، من به صلاحی که رسیدم که عراق رفتم نجف دیگه، با هواپیما رفتیم، رفتم حرم آقا امیرالمومنین، شب اونجا موندم. بعد از نماز صبح راه افتادم به سمت کربلا که روز بازی مبینا بود، که حرم امام حسین بودم. بعد بعد از ظهر رفتم حرم آقا ابوالفضل عباس، که دیگه برای بازی مثلا مدال برونزش تقریبا فکر کنم 9:30 شب بود، که دیگه بعد نماز مغرب عشا من از حرم آقا ابوالفضل عباس اومدم بیرون به سمت نجف راه افتادم. از حال و هواتون موقع مسابقه مبینا جان قهرمان ما و دختر دردونه بابا، اونم کجا؟ تو بهشت میگید؟ واقعا خوشحال شدم اینکه نتیجه زحماتش گرفت، واقعا خوشحال شدم که دل مردم ایران شاد کرد. من که رسیدم ایران دیدم واقعا مردم شادن، منو میبینن توی کوچه و به قول معروف بازار و باشگاه و اینا، همه دیدم که احساس خوشحالی دارم، منم خوشحال شدم. خدا رو شکر که دل مردم ایران شاد کرد. دل مردم ایران که خیلی شاد شد، دل شما هم به عنوان پدر، دل شما به عنوان مادر که حتما خیلی شادتر از همه ما بوده. موقع مسابقه مبینا جان شما دقیقاً توی حرم حضور داشتید؟ بله بله. بعد به راحتی تونستید با تصاویر بسیار با کیفیت مسابقه رو ببینید یا اصلا دیگه اینا اهمیتی نداشت؟ نه متاسفانه، مهم بود که اونجا چون داخل حرم که بودم اینترنت قطع میشد دیگه. من تقریبا یه 1/2 ساعت مونده بود به بازیش، پیام داد که بابا 1/2 ساعت دیگه بازیم شروع میشه، که دیگه من رفتم حقیقتا زیر قبه آقای امام حسین، خواستم که انشالله هم مبینا هم بچه های تکواندو کار همه بچه هایی که رفته بودن المپیک موفق بشن، چون خدا رو شکر الحمدلله تیم تکواندو نتیجه خوبی گرفت. و اینجا هم جا داره از استاد هادی سایی واقعا تشکر بله کنیم. بله بله بله. مبینا تقریبا میگفتش که 40 روز مونده به مسابقات، استاد هادی سایی رئیس فدراسیون ما اینکه مشغلات خودشو داره، مشکلات مدیریتی فدراسیون رو داره، میگفت هر روز میمد سر تمرینات ما با ما به قول معروف، خیلی برادرانه آقای سایی کنار بچه‌ها بودن. بله، میگفت ایرادای ما رو میگرفت، روحیه بود برای ما. خب ایشون قهرمان پرآوازه ایران. بله بله بله. کسیه که 3 تا مدال المپیک داره و اینجا واقعا جا داره از ایشون تشکر کنم. بله واقعا همه تجربهشون رو در اختیار بچه‌ها. روز سایی تشکر کنم که مربی مبینا است، که الحمدلله تونستن باعث افتخار برای کشور عزیزمون. شکر خدا. مامان جون که میگم چون سنمون کمه خودم خندم میگیره. خانم مامان مبینا جان شما کجا تشریف داشتید؟ چون خودتون مسابقه رو نمیبینید، چه کسی به شما خبر داد که دخترتون مدال المپیک رو از آن خودش کرده؟ چه نذری کردید؟ چی به خدا اون خلوت مادرانه‌تون الان برام تعریف کنید.
من که امامزاده صالح بودم. مثل همیشه. بله مثل همیشه. بعد دختر کوچیکم با یکی از دوستای مبینا پگاه جان با هم با مادر خودم ستایی با هم توی امامزاده صالح بودیم. دو تا دخترم و با دوستش میرفتن بیرون نگاه میکردن با گوشی، بعد میمدن به من اطلاع میدادن. بعد من میگفتم ران براندم به من نگید، تموم شد به من بگید چی شد. حق داشتی. بله و خیلی خیلی حس خوبیه. تموم شد. کدومشون به شما گفتن؟ دختر خانم خودتون؟ دختر کوچیکم با گریه میکرد، اشک میریخت. مامان مبینا مدال گرفت. من روبروی حرم امامزاده صالح که بودم، روبروی زریح بودم دقیقاً. بعد این خدا هم ساعت 9:30 بود، میگفت خانوما برید، خانوما دیگه تخلیه کنید. گفتم خانوما من بعد آخرین نفر از اینجا برم بیرون. بعد هم خان ما خب نه دیگه بیایید بگم نه من اینجا نذر دارم، من آخرین نفر، همه رو بیرون کردید من آخرین نفر میرم بیرون. هی با اون امامزاده هی صحبت میکردم در اینکه خب الحمدلله رب العالمین نتیجه شدید. خدا رو شد. خانم شما 3 تا فرزند تربیت کردید، شما خودتون قاری قرآن و حافظ قرآن هستید و پدر هم ارادت خیلی ویژه‌ای به ائمه دارن. چطور این بچه ها خواست مبینا رو تربیت کردید که تو پاریس مرتب به بابا پیام بدن که بابا شما موقع مسابقه من کربلا باش، از اونجا ببین بازی رو؟ این یه شکل تربیتی خاصه که یه دختر از نسل جدید اینجور ارادت داشته باشه. خب ما از بچگی تو خونمون اهل هیئت بودیم. از بچگی دخترم خب خواه یا ناخواه میبینه رفتار پدرش و رفتار مادرش و این که توی سختی ها به کی توسل میکنیم، تو مشکلات چجوری کنار میایم. خب این خواسته یا ناخواسته رو فرزند تأثیر میذاره. بله قبول دارم. و همون پیرهن مشکی که شما اولین بار تن مبینا کردید به خاطر عزای امام حسین، همون مهر امام حسین گذاشته تو دلش فارغ از هر شعاری دیگه. یعنی مبینا زندگی کرده همه باید. آنچه که دیده. همش میگن بچه ها چیزی رو زندگی میکنن که دیدن از پدر مادرشون. دقیقاً همین. و من واقعا به شما افتخار میکنم. موقع نامگذاری مبینا نعمت‌زاد قهرمان ملی ما، مدال آور المپیک 2024، مادر و پدر وقتی قرآن رو باز میکنن با سوره فتح مواجه میشن و اسم مبینا انتخاب میشه و مبینا این روزا هم فاتح قلب مردم ایران، هم فاتح قلب زنای ایران، هم امید بخش دخترای ایرانیه و هم قهرمان المپیک. بریم و بیایم این دختر پر انرژی ایرانی که واقعا لبخند و حال خوش رو به مردم ایران هدیه داد به جمع خانواده عزیز خودش و به این قاب زیبا اضافه بشه. شیر دختر ایرانی، مبینای ایران، مبینای ایران. مهربانوی ایران، مبینای ایران، خدا قوت. ممنونم دل ما رو شاد کردی، ممنونم دل ایرانی ها رو شاد کردی. بانوی تاریخ ساز تکواندو بعد از 13 سال به المپیک برگشت با مدال مبینا، با مدال مبینا. این شما و این مبینا نعمت‌زاده قهرمان ملی ما، دختر مدال آور ما، دختری که به تازگی از قهرمانی المپیک برگشته و با مدالی که از پاریس همراه خودش آورده دل همه مردم ایران رو شاد کرده. سلام علیکم. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و ممنون که من و خانوادم به این برنامه‌تون دعوت کردید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونیم که شما و خانواده تشریف آوردید.
مبینا بچه تر بودی، یعنی کوچولو بودی، الان که خانومی ماشاءالله، میخواستی چی کاره بشی؟ از اول دوست داشتم پزشک بشم، بچه تر بودم آره. دکتر میخواستی؟ مامان شما درش میدیدید که ورزشکار حرفه‌ای بشه، چون پدر دیده بودن انگار، میخواستن نره سراغ ورزش حرفه‌ای، ولی یه استعدادایی رو توش کشف کرده بودن. مشکلاتی که ورزش حرفه‌ای داره خب من واقعا دوست نداشتم، ولی خب خدا رو شکر دیگه رفت، دیدیم استعداد داره مبینا، لازم بدنی خب خدا رو شکر بدن خیلی آماده داره. 178 سانت قدشه، منفی 49 کیلوگرم، المپیک مسابقه داد ماشاءالله. من شنیدم مبینا خیلی هم سختی کشیدی، 11 کیلو وزن کم کردی. بله، من برای نه تنها المپیک بلکه برای همه مسابقات که 49 کیلو مسابقه میدادم بودن 10-11 کیلو وزن کم میکردم. مسابقات های گرنپری، مسابقات بازی های آسیایی هوانژو، همه اینا رو من 49 کیلو مسابقه دادم و واسه هر کدومشون اینقدر وزن کم میکردم. حالا وزن کمی نیست واقعا، سخت واقعا وزن کمی نیست. و اینکه آدم با چه هدفی این مقدار وزن رو کم میکنه خیلی اهمیت داره دیگه. وقتی آدم برای ورزش حرفه‌ای و برای یک هدف خیلی بزرگ و والا این کار رو انجام میده، انگار بقیه هم دلشون میخواد کمک بکنن و فکر میکنم مامان هم حمایت کردن در این زمان. مادرم واقعا همیشه حمایت هم میکرد توی رژیمام، نه تنها مادر بلکه کل خانواده درگیر بودن با من. یعنی اینطوری بودش که مثلا پدرم هم میشنیدم، داشتم مثلا میومدم خونه به آبجی داداشم میگفت که مبینا داره میاد رژیمه، مثلا یه کوچولو اعصابش ضعیفه، کاری به کارش نداشته باشی، هر چی مبینا گفت چشم. مثلا بابام همیشه اینو به آبجی داداشم میگفت مثلا درکم کن. یعنی کل خانواده با من درگیر بودن. بنده خدا ما این سلام خیلی ویژه میکنیم به خواهر و برادر مبینا که هر چی مبینا گفته شما گفتید چشم دیگه، مدالو گرفت دیگه، حالا هر چی اونا میگن شما بگو چشم. همه کمک کردن برای گرفتن این مدال. واقعا یعنی این کارو من تنها انجام ندادم، یه خانواده، یه فدراسیون، یه ملت، دعای ملت ایران پشت من بوده. آفرین 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 مبینا، واقعا به خاطر قد شناسید. یه سوالی دارم، میخوام بدونم مبینا چون از بچگی استعدادش کشف شده بود و از 7 سالگی رفته بود سراغ ورزش حرفه‌ای، آیا بازی‌های دخترانه رو گذاشته بود کنار یا نه عروسک بازی و خاله بازی و چه لبخندی هم میزنه اینا بوده؟ الانم فکر کنم بهترین بازی شمون عروسک بازی همچنان ادامه داره. اصلا شما دیگه الان باید عروسک واقعی دخترتو بزرگ کنی کم کم. واقعیت من توی خوابگاه یعنی اردو تیم ملی اتاقم تکه، یعنی اتاق خودمه، یعنی مثلا استادا سهلا تونستن که من تنها باشم و واقعا با تنهایی خیلی راحت ترم. من تو اتاقم 3-4 تا عروسک داشتم. روز قبل المپیک مامانم اومد لوازمو ببره خونه، یه 3-4 تا عروسک خیلی بزرگ با خودش برد خونه، گفت مامان اینا چیه؟ گفتم من با اینا دارم زندگی میکنم دیگه. دخترانگی تو حفظ کردی و این خیلی اتفاق خوبیه. یه چیزی پدر تعریف کردن، گفتن که شما خیلی پیگیر بودی که موقع بازی شما پدر حتما در کربلا حضور داشته باشن. این خیلی برام جذاب بود، تعریف میکنی برامون؟ من از حدودا خیلی قبل به بابام گفته بودم که بابا روز بازی من حتما کربلا باش، دعا کن واسه من. بعد بابام خیلی جدی نمیگرفت، میگفتش هی میگفت باشه چش، ولی جدی نمیگرفت. تا 3 روز مونده به اعزام بهش گفتم روز بازی من باید کربلا باشی، بعد گفتش که حالا، گفتم بابا بلیتو بگیر. یعنی من واقعا اینطوری خیلی دلم قرص داره که تو کربلا باشی، مثلا دعا کنی واسه من. من اینجوری خیلی دلم آرومتر، راحت ترم تو زمین. بعد دیگه حتی روز وزکشی من بهش گفتم بابا رفتی علام از سوال؟ یعنی یکم شک داشتم، گفتم نه، یه وقت مثلا نره نکنه نرفته باشه، بلیط پیدا نکرده باشه و اینا. بعد گفتش که یه ویدیو برام فرستاد تو هواپیما بود که مثلا دارن هنوز پرواز نکرده بودن، گفت من دیگه رفتم. خیالت راحت؟ آره خیالم راحت. چرا مبینا؟ چرا میخواستی؟ چون میدونسته که مامان برای همه بازی شما میرن امامزاده صالح و اونجا دست به دعا میشنن، دعای مادرانه مامانا هم که کارسازه. چرا انقدر اصرار داشتی بابا برن کربلا؟ من خب یه عرق خاصی واقعا به امام حسین دارم. من سال اول نونهالانم 10 سالم بود که فیکس تیم ملی شدم، اون روز رو من قشنگ یادم، اون روز انتخابی من بابام کربلا بود، بعد اونجا خیلی نتیجه خوبی گرفته بودم، بعد با خودم این عهدو بسته بودم دیگه. بعد خیلی قبل اینکه اعزام بشیم به تو دلم به خودم بودم گفتم امام حسین من بابامو میفرستم اونجا،
یه شیرینی بهش بده، یعنی دست خالی برنگرده به خاطر دل بابام. چه ادبیات قشنگی هم امام حسین صحبت کرد، یه شیرینی به بابام بده. گفتم یه شیرینی به بابام بده، بابام دست خالی برنگرده. تو خود میدونی بابام چقدر تو رو دوست داره، یعنی واقعا بابام من خیلی فکرم اونه 6-7 سالی از اربعین پیاده میره کربلا. من گفتم یه عرق خاصه، گفتم بابامو میفرستم بیاد باش یه شیرینی بهش بده، مثلا دست خالی برنگرده. یه شیرینی نداده امام حسین قبول داری؟ مبینا نعمتزاده مدال المپیک خودش رو تقدیم کرده به آقای امام زمان. الهی قربون این تربیت مادر برم من. مبینا چرا این کارو کردی؟ خب این دوباره این برمیگرده به قبل. من قبل مسابقه خیلی نظر و نیاز و اینجور چیزا میکنم. خب با امام زمان عهد بسته بودم که گفتم من روز بازیم واقعا وجود تو کنارم حس کنم، یعنی اینو بهش گفته بودم، گفته بودم من وجود تو کنارم حس کنم ثانیه به ثانیه، و واقعا تو بازیام اینو میدیدم. مثلا من واقعا اون روز یکی از سرحال ترین روزام بود و اون حس و حال خیلی واقعا رو من تأثیر گذار بود. با خودم عهد بسته بودم که ایشالله مدال گرفتم، حالا طلا به خودم بسته بودم ولی مدالم رنگش برونز شد. طلا فقط یکم خوشرنگ‌تره، رنگش فرق میکنه دیگه. ولی ارزشش برای همه ما واقعا اندازه طلایش. یه دختر قهرمان ایرانی هست برام. ممنونم. عهد بسته بودم با خودم تو دل خودم که ایشالله این مدالمو تقدیم کنم به امام زمان و مردم شریف ایران، یعنی این عهد رو با خودم بسته بودم. و اینکه مدالم گرفتم همون موقع که اومدم از زمین بیرون، واقعا آدم نیستم، بعضی ها مدال رو میگیرن و دیگه یادشون میره همه اون آره نظره همه اون رو. نه من تک به تک همه شو یعنی قبل مسابقه گفتم بابا ما این همه نظر کردیم همه رو بنویس، بعد بازی شالا بریم همه رو انجام بدیم و خدا نگه سن مدالش رو دادم این یادش رفت همه اینا رو، همه رو نوشتیم که حتما انجام بدیم. گفتی خدای الوعده وفا. آره واقعا. یعنی از خدا میگه از تو حرکت از من برکت، تو حرکتتو کردی، برکتتو از خدا و از کسایی که دوستشون داشتی گرفتی. من همه چی رو سپرده بودم دست خدا، چون من واقعا واسه المپیک کار خیلی سختی رو داشتم. بالاخره کم تجربه بودم تو رد سنی بزرگسالان، بقیه بچه‌ها تجربهشون بالاتر بود و حریفایی داشتم که همشون خیلی سخت بودن. واقعا یعنی همه چیو سپرده بودم به خدا و واقعا تلاشم هم کرده بودم، خیلی زحمت کشیدم، ولی سپرده بودم به خدا. گفتم که خدای من دیگه تمام تلاشمو کردم، من دیگه صدمو گذاشتم، به من بده منو ببین. دیدم به خودم گفتم. فضای مجازی یه جا نوشته بود که من صبوریامو کردم، یعنی همه جا هم داره به خدا صحبت میکنه. گفتم دیگه من سپردم به خدا، یعنی اینو این واقعا به من آرامش میداد. نوشته بودم خیلی بزرگ، مامانم اومد چمدونم رو جمع کنیم کمکم کنه، چسبونده بودم به دیوار، نوشتم که بسپر به خدا و آروم باش. واقعا اون استرس رو ازم میگرفت که مثلا اون جعبه رو ازم میگرفت. میگفتم من دیگه سپردم به خدا، هر چی شد شد، یه من تمام تلاشم رو کردم. آره واقعا. و این آروم هم میکرد که مثلا سپردم به خدا دیگه، هر اتفاقی افتاد خیر و صلاح همه دیگه. این تربیت دست نداره واقعا. واقعا واقعا اینکه یه مادر و یه پدر دخترشون رو تو 19 سالگی بفرستن برای قهرمانی المپیک، بهش ایمان داشته باشن، مدال آور برگرده و وقتی داره میره بگه توکلم به خداست، همه چی رو سپردم به خدا، خیلی ارزشمنده. مبینا چی شد که به اینجا رسیدی که مدال تو تقدیم امام زمان میکنی، که باش حرف میزنی، که نذر میکنی، که بابا رو میفرستی کربلا؟ خب اینا اعتقادات قلبیم بود دیگه. من هر کسی اعتقاداتی داره و ما موظفیم به اعتقادات همدیگه احترام بذاریم. من واقعا اینو از خانوادم یاد گرفتم. من خب عرق خاصی دارم دیگه از بچگی، یعنی به امام حسین و به ائمه میگن در واقع، مثلا خیلی باشون راحت بودم. حالا بچگی مامانم مثلا روزه میگرفت خونه، اینا رو میدیدم به چشم، اینا رو تاثیرگذار بود دیگه. مبینا هیچ وقت از قضاوت ها نترسیدی؟ از اینکه بهت بگن چرا ارادتتو فریاد میزنی؟ این خیلی ارزشمنده از نظر من. میخوام ببینم که چقدر محکم وایستادی پای باورت. خب من
این عهدو با خودم بسته بودم. این بحثی که گفتم من مدال بگیرم و همه اینا رو فراموش کنم واقعا خیلی بده. مثلا من این عهدی که مثلا یه قولی به خودم داده بودم که وقتی مدال گرفتم همچین کاری رو انجام بدم، خیلی بد بود که اگر مدال میگرفتم این کار رو انجام نمیدادم یا میزدم زیر قول خودم. خب همه چی با این مدال که تموم نمیشه، ما قرار زندگی کنیم، زندگی ادامه داره. خب من قول داده بودم به خودم و اصلا هم از قضاوت ها نمیترسیدم، چون من گفتم هر کسی اعتقاداتی داره و باید به اعتقادات هم دیگه احترام بذاریم. زنده باد واقعا. آفرین آفرین مامان به این تربیت. مامان وقتایی که مبینا جان ناامید میشن که خب برای هر آدمی پیش میاد، شما چی کار میکنید که امیدش پر رنگ تر بشه و حالش مثل اول خوب بشه؟ سعی میکنم با توکل و توسل بیشتر باش صحبت کنم که درست میشه انگیزشی، پیامای انگیزشی چی میگین مثلا؟ من اکثرا وقتی که خیلی به هم میریزم ترجیح میدم تنها باشم، خودم تنهایی حلش کنم. مثلا نمیام خیلی بروز بدم به مامان بابام، چون مثلا ناراحت میشن. من واقعا یه اتفاقی برام میفته به بابام میگم انقدر ناراحت میشه بنده خودم، بعد پشیمون میشم میگم کاش بهش نمیگفتم. مثلا به مامانم میگم انقدر به هم میریزن. چرا مامانا؟ نه واقعا من خودم دختر دارم میگم این همه زحمت برای دخترم میکشه آخرش هم بابایی میشه. تو فرودگاه چه گریه ای واسه باباش میگن، چه ویدیویی، ولی مامانا لذت میبرن. کار خونه بلده؟ خیلی کم. یه چایی بریز ببینم بر مامان. من بلد نیستی. نه من چی بلد نیستی. خب بالاخره که یه روز باید چای بیاری که. نه ده سالگی تیم ملی بوده دیگه. جدی؟ انتظاری هم نداریم البته. آخه خیلی خوبه. عوضش ورزشکاری حسابی بلده، حرفه‌ای بلده و اینکه کار خونه هم بالاخره اول و آخرش ما یاد میگیریم دخترا. من اتاق تیم ملی، من مثلا اتاقم به هم میریزه نمیتونم جمع کنم، میگم زنگ میزنم مامان تو رو خدا بیا بداده من برس. مامانا خدا مامانا که همیشه در هر صحنه حضور فعال و پررنگ دارن. من ولی در عمل همه چی میرسه به باباها. بله در همین خانم شما دختر داری، دختران بابایی هن، از قدیم همین طور بوده. من و شما هم نمیتونید عوضش کاری. دست شما درد. سلامت باشین. من خواهش کنم دست شما درد زحمتیشید. من یه دور قمری باید میزدم خدمت شما میرسیدم. خواهش میکنم بفرمید. خب پدر شما برامون بگید از احساستون نسبت به همین بحث اخیرمون، از اینکه دخترها بابایی هم دیگه. چرا مامانش هم مبینا خیلی وابسته است، بیشتر با مامانش هم تو ارتباط است، ولی خب دیگه به این شکل دیگه خودتون گفتید دیگه. مادر دختری که سر جای خودشه. حالا دختر خانومتون هم که ایشالله با امید خدا قراره که با صحبتی که با رئیس جمهورمون داشتن و تاییدی که ازشون گرفتن برای دانشگاه تهران بشن انشالله. چی شد که اینو خواستی؟ خب من خیلی وقته که توی اردوهای تیم ملی هستیم. خب دیپلممو گرفتم رشته تجربی. بله. ولی خب برای کنکور واقعا دیگه واقعیت اصلا نشد که مثلا بخونم برای کنکور یا برم برای کنکور دادن، و این تنها درخواست من بود، هیچ درخواست دیگه ای واقعا نداشتم و تا حالا نمیدونم که قبول شد نشد ایناشو. من در جریان نیستم. گویا پذیرفته شده توی خبرها. آقای رئیس جمهور محترممون این درخواست شما رو پذیرفتند. و اینکه چی میخوای بخونی حالا؟ پزشکی؟ همینه که دوست داشتی. بعد اگه پزشکی بخونی ورزش قهرمانی چی میشه؟ چون پزشکی خیلی وقت آدمو میگیره. مبینا بچه واقعا درس خونیه، یعنی الان همون مدرسه ای هم که دبیرستانی هم که درس خونه، تو خیابون همون فدراسیونه، دیپلم تجربه گرفته و بسیار بچه درس خونی هستش، مطالعهش خیلی بالاست. بعد من استاد پهلوان رسول خادم یه روزی به این کشتیگیرا یه حرفی میزد، شما یادم نمیره، همیشه به مبینا میگفتم، میگفت انسان تک بودی به یه جایی نمیرسه، باید علم در کنار ورزش باشه. من اینو همیشه به مومینا مثال میزدم یا بهش میگفتم استاد حمید سوریان بابت رژیمای سختی که مومینا داشت، استاد حمید سوریان رو من مثال میزدم که مومینا کیلوهای خیلی زیادی کم میکرد تا برسه. مومینا نوجوانان جهان که طلا گرفت میخواست بیاد بزرگ سالان فیکس بشه، من خیلی باهاش صحبت کردم که روحیه بگیره، گفتم که دخترم نگران نباش، تو میخوای بری بزرگ سالان
بودن کسایی مثل آقای استاد پهلوان رسول خادم، استاد پهلوان سوریان که نوجوانان اومدن بزرگسالان و قهرمان جهان شدن. خدا رو شکر که مبینم همینطور شد، از رده نوجوانان با 16 سال سن اومد تیم ملی بزرگسالان، بعد خدا رو شکر فیکس شد. خدا رو شکر. مبین اگه برگردی این مسیر رو عقب، چه چیزی رو تو این مسیر تغییر میدی؟ خب من اینو قطعا تغییر میدم، یه ذره حرف گوش نکنم، یعنی یه چیزی رو باید خودم تجربه کنم، یه چیزی رو باید دست بدم، یه ضربایی رو باید بخورم تا واقعا متوجه شم که این کارم اشتباه بوده. در صورتی که قبلش مثلا پدرم اینو بهم گفته که مبینا این کار رو انجام ندی، این کار درسته، ولی من اون کار غلط رو انجام دادم و بعد اومدم نشستم جلو بابام گفتم من اشتباه کردم. بعد بابام بهم میگه مثلا من که بهت گفتم این کار رو نکن، مثلا اشتباه. میگم خب الان چیکار کنم، الان من اشتباه کردم. میگه خب اشکال نداره، تجربه شد. یعنی بابام اینو هی به من میگه، سرزنش نمیکنه. نه خدا رو شکر الان مبینا حالا میگه بچه اونجوری نیست، بچه حرف گوش کنی. یه جایی تو رژیمای غذاییش میگفتم باید اینو بخوری اینو نخوری، چون من خودم ورزشکار حرفه‌ای بودم، بازیکن تیم ملی پرورش اندام، مربی بدنسازی هم، رژیمای غذایی مبینا با بدنسازیش با منه. ولی خب خدا رو شکر اونجاهایی که باید حواسش جمع کنه حواسش جمع کرده. بازی آسیایی خدا رو شکر به صدش رسید، کسب سهمیه المپیک خیلی بهتر از بازی آسیایی بود و المپیک هم که خدا رو شکر صد بود. بله واقعا گل کاشت. خدا رو شکر. بازی دومش با نایب قهرمان المپیک بود. بازی حلفاش قدر بود. بله بازی پای برنزش عربستانی بود. سوم جهان بود. بله. بعد تو اون بازی 8 سال از مبینا همش اینا سن بزرگتر. بله همون عربستانی. ناخودآگاه وقتی بزرگترن هم تجربهشون بیشتره، هم قوای جسمیشون غیر از قوای ذهنیشون ناخودآگاه بیشتر بله. میشه دیگه. مبینا بعد از اون بازی ممکنه که یه احساسای بدی سراغ آدم بیاد که من چرا طلا نگرفتم. خب من اون لحظه به بابامم که زنگ زدم بابام گفت مبارک باشه، ولی ما واقعا یعنی من اون روز آمادگی اینو داشتم که فینالیست بشم و بتونم مدال طلا رو بگیرم. بازم اونجا بابام گفت تجربه شد، از این تجربه ها استفاده کن. یعنی قشنگ گفت مبارک باشه این مدالت واقعا. ولی بابام واقعا همیشه واقعیت رو به من میگه، یعنی اگر قرار باشه از پس یکی بر نیام خیلی هم من خوب در باشه بهم میگه این خیلی خوبه، مثلا تو واقعا نمیتونی اینو شب بزنی، ولی واقعیت‌ها رو بهم میگه. من اون روز واقعا لیاقت اینو داشتم که بتونم برم فینال و مدال طلا رو بگیرم، ولی خب قسمت نشد. بابام بهم میگفتش که من تو دیده بودم، تو میتونستی، ولی خب تجربه شد، این تجربه استفاده کن. دوباره نشریم مبینا هنوز 19 سالته. باخته یه باخته خیلی بدی دادم، یه اتفاقاتی برام افتاده، ولی باز اومدم. کسی من سرزنش نکرد، هیچ وقت خانوادم این فشار رو من نذاشتن، هیچ وقت نگفتن ما این همه برات زحمت کشیدیم، به قول خودت خواهر برادرت گفتن چشم مامان بابات کاملا در اختیارت بوده. نه هیچ وقت تو سرم نذاشت. یعنی من واقعا یه موقعی باختم دادم اومدم خونه، مثلا خیلی من تو خودم بودم، خیلی ناراحت بودم. بابا مثلا گفت فیلم بازی رو بیار با هم ببینیم، ایرادتو بفهمیم، کاری نمیتونیم بکنیم، ناراحت باشی چی درست میشه، بریم ایرادتو درست کنیم. یعنی همیشه این تفکر علمی رو داشتن، یعنی هیچ وقت نرو من فشاری گذاشتم. من واقعا ازتون ممنونم، نه فشاری گذاشتم و تنها کاری که کردن حمایت بوده تو اوج ناامیدی. یعنی من مثلا همیشه بابام بود، همیشه که من مثلا به هم میریختم یا مثلا هر اتفاق میافتاد میگفت درستش میکنیم، نگران نباش، ایرادتو در میاریم، تجربه میشه. همه اینا رو به من هی میگفتن و واقعا چقدر از این موفقیت تو مدیون مامان و بابایی. خب من اینو بگم که اگر مبینا تنها بود قطعا نمیتونست این اتفاق بیفته. یعنی من اگر پدر مادرمون نداشتم و حمایتاشون نبود، کنارم نبودن، اصلا من شاید الان یه آدم عادی بودم تو جامعه و هیچ مثلا این افتخارات و افتخارات من افتخارات رو نمیتونستم به دست بیارم. و واقعا این مبینا نعمت‌زاده که الان اینجا نشسته این افتخارات رو به دست آورده، یه پکیج کامل خانواده، مربی، خانواده، همه اینا کنارم بودن. چطوری میخوای جبران کنی مبینا این های محبت مامان بابا حمایت ها؟ من دست بوس جفتتون هستم. من واقعا
من واقعا یه موقعی دست خودم هم نیست اصلا این جمعزن بد اخلاقی میکنم عوض میخوام واقعا موقعی که رژیمم هم دیگه ببخشید بخشید نه یه موقعی که رژیم عصبانی میشه من این عرض کنم خدمتتون ورزشکارهای حرفه‌ای اینو میدونن کسی که 178 سان قدش باشه منفی 49 کیلوگرم بخواد بیاد مسابقه بده اونم در المپیک خیلی سخته خیلی واقعا سخته پاشو پاشو ماشیشون کن پاشو دیگه ممنونم دست بده نه بابا قربونت برم آقای نعمت جای آقای عامل خالی که نان پدر شیر مادر حلالت مبینه بچه ها به افتخارشون عزیزم ممنونم اینو از طرف خودت با به مامان بابا به مامان به بابا ممنونم از این شکل دسته در نکنه بابا مرسی دست شما رو بردارم خواهش میکنم و اینم من از طرف همه دخترای ایرانی همه پسرای ایرانی من از طرف همه کسایی که اون لحظه دعا کردن برای مبینا هرس خوردن و اتفاقا از طرف اون خواهر برادری که همش گفتن چشم مبینا باشه 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 چشم ما تسلیم تقدیم میکنم به قربون شما برم بفرمایید بفرمایید عزیزم بفرمایید ما همچنان در خدمت شما هستیم ما راحت گیرت نیاوردیم مبینا تازه از سفر رسیدی خسته راهی و ما هنوز میخواییم باهات خوشوبش داشته باشیم مبینا میخوای انشاءالله به امید خدا الان این گلا که اومد به این فکر کردم که یه روز قرار فارغ التحصیل بشه و مامان خیلی سفت و سخت و بابا خیلی سفت و سخت گفتن که نه ورزش حرفه‌ای رو ادامه میده و رشته پزشکی رو هم به امید خدا ادامه میده حالا فکر میکنی که وارد چالش های این مسیر بشی خب به هر حال مسیر خیلی سختیه هر کدومش به تنهایی یه قهرمان میخواد فکر میکنی که این قوای جدید رو بعد از کجا بیاری؟ خب من الان در حال حاضر یه قوای خیلی جدید بهم اضافه میشه چون بعد از این مسابقه حالا هنوز کامل با پدرم تایم نداشتم که بشینم صحبت کنم مشورت کنم به احتمال خیلی قوی وزن المپیکیمو تغییر میدم و میام وزن 57 کیلو یعنی 49 کیلو بعد بیام 57 کیلو و من وقتی رژیم نباشم توان واقعا همه کارو دارم واقعا مثلا آدمی هم که اصلا تنبل نیستم خیلی مثلا فعالم مثلا آدمی هم که خیلی استراحتم نکنم به حالم فرقی نمیکنه حق داری یعنی ولی رژیم که بودم انقدر سخت نباشه رژیم که بودم واقعا سخت بود برم یعنی انرژی من این بودش که یه مثلا یه کالری رو به بدنم میرسوندم میرفتم تمرین اون که میسوخت میومدم هیچ چیزی نبرم میخوردم و واقعا توان این که یه موقعی یعنی به مامان بابا میگفتم مامان من توان ندارم رو تخت پاشم یعنی دیگه نمیتونم پاشم اتاقم رو جمع کنم نمیتونم از جام پاشم اینطوری بودم که واقعا ما جمعه ها میریم استراحت خونه میگفتن مامان مثلا مامانم میگفت بریم یه سینمایی بریم یه جایی رو ببینی مثلا یکم حال عوض شه گفتم من نمیتونم مثلا جام پاشم واقعا توانشو نداشتم حالا تمام انرژیشو میذاش که تمرین بکنه بعد استراحت چون دیگه کالری نمیمون تو بدنش که بخواد یه کالری نمیمون که بنده خدا بخواد درس بخونه که بخواد کنکور بده اگرم آره واقعا برای کنکور چه ولی برای دیپلمش واقعا خود میخونه بنده خدا خیلی بره. تلاش کرده یعنی ما همه خیلی خوشحالیم مبینه حتما وقتی که این مدال خوش رنگ از آن شما شد یه خلوت دوتایی باش داشتی یه عاشقانه ای گذشته نه همون سکو که واقعا انداختن گردنم اون لحظه اصلا داشتم باش حرف میزنم گفتم واقعا یعنی مثلا این تو مال من شدی یعنی مثلا این واقعا بعد اون همه سختی اون همه عذاب همه اون تمرینای سخت از جلو چشمام رد میشد و واقعا اون لحظه به خودم افتخار کردم و به خودم گفتم مبینو تو تونستی تو از پسش بر اومدی یعنی اون لحظه که رو سکو بودم گفتم این رویای بچگی من بود بعد یه نفس عمیق که کشیدم بعد داشتم مداله رو نگاه میکردم خستگی در ماما شما لحظه چه بغضی کرده ماما لحظه این که مبینا مدال به گردنش آویخته شده تونستید ببینید یا همچنان نبودید در منزل نه دیدم دیدی؟ اون لحظه رو دیدم میایید این لحظه رو بازسازی کنیم این بار مدال از طریق مادر
به گردن مبینا نعمت‌زاده آویخته بشه و فکر میکنم این باشکوه ترین لحظه‌ای باشه که ما بتونیم از یک قهرمان المپیک به همراه مادرش ببینیم، مادری که در تمام مسابقه های مبینا امامزاده صالح رفتن، دعا کردن، توان دیدن بازی ها رو از شدت استراب نداشتن، پدری که تو بازی اخیر مبینا کربلا زیر قبه امام حسین بودن، حتما دلشون میخواسته لحظه آویخته شدن این مدال به گردن دخترشون حضور میداشتن و الان همون وقته. مبینا تازه دیشب، درسته؟ دیشب برگشته، دیروز برگشته به ایران. مادر بسم الله، با همون چشای اشکی، با همون بغض خوشگل که البته این اشکتون از حال خوش میاد و اشک شوقه، منم برم مدال رو درش بیاریم. آره؟ درش بیاریم. به به، میخوای کمکت کنم؟ نه میتونم. اینم یادمون نره که این روزا یه سری بچه ها هستن که بزرگ نمیشن که به آرزوشون برسن، نمیتونن آینده رو ببینن. اونایی که بابا کشیدن گرفتن من از کجای قصه و از کدوم صفحه قصه دارم صحبت میکنم. مبینا چون رابطت خیلی با خدا خوبه، بابا شما چون رفتی زیر قبه امام حسین حاجت روا شدی و مردم واسه همه بچه ها، علل خصوص اون صحنه هایی که داریم میبینیم و اون بچه هایی که آینده شون رو نمیبینن و اون بچه هایی که به آرزوهاشون نمیرسن، دعا کنیم، چون اینجا از مامان بگوه و با نفس مادرها مقدس شده. مادر با همون ذوقتون، با همون حس خوشتون موافقین من و شما هم و همه تشویق کنیم مدالی که توسط دستان مقدس مادر به گردن مبینا نعمت‌زاده، قهرمان ملی ما، به گردن مبینا آویخته میشه. مدالی که برای مردم ایران خیلی ارزشمنده. بغضی که مامان میفهممش، خیلی زحمت کشیده، خیلی خیلی، اصلا روزایی که یعنی از شدت یعنی گرسنگی نمیتونست بلند شه، نمیتونست راه بره، خیلی سخت بود، خیلی خیلی اصلا. ولی دعاهای مادرانه شما و دعای پدر کار خودشو کرد. اینه که میگیم دعای مادر به وقتش معجزه میکنه. برای هر کسی مامان نشده دعا کنید که الهی همه این طعم رو بچشن و برای هر کسی که دلش میخواد مثل مبینا به آرزوش برسه دعا کنید که آرزوشو بغل کنه. در پناه خدا و در پناه امام زمانی که مدال مبینا توسط خودش تقدیم شد بهش، خدا نگهدارش. بغل